درود بر شما بینندگان و شنوندگان برنامه انکارگران هولوکاست، بسیار خوش آمدید. من هرود هستم در کنار آقای منشه امیر، طبق روال گذشته مجازی هستیم تا پاسخ پرسش ها رو که از زبان انکارگران مطرح میشه به کمک ایشون بشنویم. آقای امیر بسیار خوش آمدین، از شما کمک میخواییم در ارتباط با سوال های دیگر. آقای امیر گرامی، ملت ایران نه از نژاد آلمانی بوده، نه هرگز در گذشته یهود ستیز بوده، نه ضد اسرائیلی بوده. یهودیان بیش از 2500 سال در کنار ایرانیان در سرزمین ایران زیستند و همیشه از نژاد پرستی به دور بودند. اقوام و مذاهب مختلف در سرزمین پاک ما در کنار هم زندگی کردند. صده ها چه شد که با روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران ورق برگشت؟ خامنه ای و احمدی نژاد آمدند، هولوکاست رو انکار کردند، وقوع اون را یک افسانه خواندند و حتی مسابقه بین المللی کاریکاتورها برگزار کردند و به یاد 6 میلیون نفر قربانیان یهودی در جنگ جهانی دوم بی احترامی کردند و واقعا حد که حرمت کردند به این کشته های یهودی در جنگ جهانی. چرا این کار رو کردن؟ ببینید، اگر کشورهای عرب تون روی میکنن، خب اینو قابل درکه، به هر حال انگیزه ها مشخصه و همگان متوجه این مسئله هستن، ولی چرا رژیم ایران این کار رو کرده؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، سپاسگزارم. این یکی دیگر از پرسش های بسیار دردناک در رابطه با هولوکاست که ما یک ملت مهربان و مهمان دوست و انسانی رو مثل ملت ایران داریم. من باز به این نکته برخواهم گشت و بعد یه دفعه ورق بر میگرده، یک حکومتی میاد که میگه یهودیان نجسن، اقلیت‌های دینی مکروهن و هولوکاست وجود نداشته و میایند و میگویند که این ادعای یهودیان افسانه است و اگرم افسانه نیست ادعا میکنن، میگن که خیلی خوب، چون یهودی ها پست و شریر بودن و هیتلر نتونست همشون رو بکشه، کشورهای غرب اروپا دلشون به رحم آمد و اون یهودی هایی رو که زنده مونده بودن گفتن برید در سرزمین فلسطین زندگی بکنید، این سرزمین رو هم از دست فلسطینی ها در بیارید و ما به عنوان، ما یعنی حکومت اسلامی ایران، به عنوان رهبر جهان اسلام، به عنوان کسانی که میخواییم اعتلا رو به اسلام بازگردونیم، وظیفه‌مونه که اسرائیل رو نابود بکنیم و این سرزمین رو بدیم دست فلسطینی ها. این پاسخ کوتاهی است به پرسش شما، ولی مفصلتر و مشروعتر و واقعیتر این است که حکومت ایران میگوید که ما شیعیان که 10% از کل مسلمانان دنیا هستیم میخواهیم که بر دنیای اسلام مسلط بشیم و فرمان روایی بکنیم، به خاطر اینکه خلافت رو از حضرت علی سلب کردن، یک ظلم تاریخی انجام شد و ما الان بخوایم که این ظلم رو جبران بکنیم. حالا چطوری یک اقلیت 10% بیاید و به دنیای اسلام بقبولاند که بله، ما باید آقای جهان اسلام باشیم و نه دیگران، مثلا نه خانواده وهابی ها در عربستان. یکی از شیوه هایی که حکومت ایران بخواهد توجیه بکنه این تقاضا یا زیاد خواهی ها یا انتظار خودش رو این است که میگوید ما حامی مسلمانان در سراسر جهان هستیم، بیشترین ظلم به فلسطینی ها شده، اسرائیل آمده به جای فلسطین برپا شده، بنابراین وظیفه ما این است که این اسرائیل رو نابود بکنیم و این سرزمین رو دوباره بدیم به فلسطینی ها. البته دروغ میگویند،
خودنمایی میکنن، جر میکنن، تحریف میکنن و اونها حامیان مسلمانان جهان نبوده و نیستن، به خاطر اینکه مسلمانان چچن رو اون همه آزار دادن و کشتن، حکومت ایران کوچکترین اعتراضی به دولت روسیه نکرد. مسلمانان اویغور در چین رو سالیان درازه که حکومت کمونیستی ده‌ها ساله که آزار میده و محدود میکنه و ظلم و ستم بهشون روا میداره و حکومت ایران هرگز اعتراضی نکرده. مسلمانان روهینگیا در برمه مورد آزار قرار گرفتن و اونها رو نیم میلیونشون رو اخراج کردن و ده ها هزار نفرشون رو کشتن و خانه هاشون رو به آتش کشیدن و حکومت ایران جز یک اعتراض شفاهی هیچ اقدام دیگری نکرد. ولی الان میاد و برای به اصطلاح نجات فلسطینیان میآید گروه های ترور رو برپا میکنه و میلیاردها دلار از پول ملت ایران رو صرف این کار میکنه که اونها رو تقویت بکنه که بتونه اسرائیل رو نابود بکنه. بنابراین اگر این گونه تصور بکنیم میتونیم درکم بکنیم که چرا اونها آمدن و گفتن هولوکاست افسانه است. در جهانی که همه دنیا و حتی کشورهای عرب و رهبران جهان اسلام اعتراف میکنن و قبول دارن که هولوکاست اتفاق افتاده، یهودی ها رو کشتن، حالا یکی میگه کمتر یکی میگه بیشتر، ولی این جنایت رو هیچ کس و حتی کشورهای عرب امروز انکار نمیکنن و نمیشه هم انکار کرد. ولی چرا حکومت ایران انکار میکنه؟ دو سه هدف رو اینجا دنبال میکنه. یکی این که از نظر حکومت ایران هیتلر خوب کاری کرد، میگین جنایتکار بود ولی یه هدفی داشت، میخواست به هدفش برسه. همان گونه که حکومت اسلامی ایران یک هدفی داره و میخواد به این هدف برسه. بنابراین اگر هیتلر کشت، جنایتی مرتکب نشد، چون ما هم میخوایم بکشیم. و حساب بکنید که حکومت ایران چند نفر رو در طول ده سال موجودیت خودش کشت، نابود کرد، چقدر از مردم خود ایران رو کشت، چقدر باعث جنگ 8 ساله با عراق شد و مسلمان کشت، چقدر در کشورهای دیگر اسلامی مسلمان کشته شد. اینها رو همه حکومت ایران میگه به جا بوده به خاطر اینکه در راه اعتلاء اسلام کشته شده. بنابراین ما میاین و میگوین هیتلر جنایتی مرتکب نشد که زمینه رو آماده بکنن برای جنایات مشابه هم علیه ملت ایران و هم علیه کشورهای شهروندان کشورهای منطقه. این دو تا. سوم این که از دیدگاه حکومت اسلامی ایران یهودیان نجس هستن، یعنی انسان نیستن. پس هیتلر خوب کاری کرد که اونها رو میخواست از بین ببره. و باز همونطور که گفتم مبارزه با یهودیان و اسرائیل به خاطر کسب محبوبیت در بین فلسطینی ها و گروه های ترور و غیره و غیره. اینها ریشه های اصلی یهود ستیزی و اسرائیلی ستیزی حکومت اسلامی ایران. اونها همیشه، یعنی برخی از آخوندهای شیعه همیشه احساسات و اندیشه های یهود ستیزانه داشتن. خود خمینی رو مثال بیاریم که در دوران اولیه مبارزش با رژیم پیشین ایران در همون سخنرانی مشروعی که در اون مدرسه فیضیه در قم داشت گفتش که آمدن و به ما گفتن که شما حق ندارید درباره قرآن بگویید که به قرآن در ایران آسیب رسیده. چرا این دستور رو به ما میدن؟ مگه شاه یهودیه؟
مگه خون یهودی در بدنش جاری است؟ مگه مادرش یهودی بوده؟ یعنی خمینی از همان مراحل اول آمد و این یهود ستیزی رو جزو حربه هایی کرد که به حکومت پیشین ایران آسیب برسونه، مردم را به طرف خودش جلب بکنه. زمینه یهود ستیزی هم وجود داشته و او میخواست که از این جریان بهره گیری بکنه و ملت ایران رو به سوی خودش بکشه و غیره و غیره. یعنی همان دلایلی که در طول 2000 سال تاریخ یهود ستیزان باعث میشد که با یهودیان به جنگ و جدل و آزار و ایذا بپردازن و بکشن اونها رو و اموالشون رو تصرف بکنن، خمینی آمد و از تمام این عوامل استفاده کرد برای پیشبرد هدفهای سیاسی خودش. و باید بگیم که این تنفر و فرافکنی علیه یهودیان تنها به یهودیان محدود نمیشد، بلکه پیروان ادیان دیگر رو هم در حکومت ایران مورد آزار و تعقیب قرار دادن و مورد تبعیض قرار دادن و غیره و غیره. بنابراین در اوج تلاش حکومت ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای آمدن و این جریان یهود ستیزی و انکار هولوکاست رو هم مطرح کردن که از یه سو افکار عمومی دنیا رو از مسئله واقعی که همانا موضوع اتم ایران هست منحرف بکنن و در همان حال بکوشن که با این شیوه نجات پرستان و مردم عرب و کشورهای مسلمان رو به سوی خودشون بکشانند. اونها در این هدف هم شکست خوردن، همون گونه که در بسیاری از هدفهای دیگرشون شکست خوردن. از موقعی که محمود احمدی نژاد آمد و ادعا کرد و اعلام کرد که هولوکاست افسانه بوده و آمدن یک تئوری عجیب غریبی رو ساختن که ظاهرا نشون بدن که بله حق دارن و هولوکاستی وجود نداشته و دنیا به ریششون خندید و حتی محمود احمدی نژاد در یک اقدام کودکانه آمد نامه نوشت به صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل که شما چرا میایید و میپذیرید که پدران شما جنایت کردن؟ کدوم فرزندی میآید و پدر خودش رو جنایتکار معرفی میکنه؟ انکار بکنید، بگید ما نکردیم، بگید که متفقین آمدن بر ما فشار آوردن، دروغ گفتن، ذهن ما رو منحرف کردن و ما رو مجبور به اعتراف اجباری کردن. در برابر تلویزیون هم نشستیم و این اعتراف رو بیان کردیم که بله پدران ما ارتش آلمان نازی مرتکب جنایت شده علیه یهودیان. تمام این ترفندهای کودکانه رو به کار بردن که اولا اون ستیز خودشون نسبت به انسانیت رو نشون داده باشن و ثانیا امید داشتن که به این وسیله بتونن کشورهای عرب و ملتهای مسلمان رو به سوی خودشون بکشن و از سوی دیگر میخواستن که از حمایت نجات پرستان و یهود ستیزان سراسر دنیا برخوردار بشن. ولی در این مورد بسیار بسیار شکست خوردن از دو جهت. یه جهت اولش این است که وقتی احمدی نژاد گفتش که هولوکاست وجود نداشته و این یک افسانه است، سازمان ملل متحد آمد و یک روزی رو به عنوان روز جهانی یادبود هولوکاست اعلام کرد. چه روزی رو؟ روز 21 ژانویه هر سال، که روزی است که ارتش سرخ به اردوگاه مرگ آشویتز در مرکز لهستان رسید و سربازان آلمانی فرار کردند و ارتش سرخ توانست این اردوگاه رو آزاد بکنه و به یهودیانی که زنده مانده بودند امکان داد که
از اونجا خارج بشن و به عالم واقعی بازگردن و اون رنج و ستمشون پایان بگیره. این روز رو 21 ژانویه رو آمدن و روز جهانی هولوکاست اعلام کردن و از ملت‌های جهان و کشورهای جهان خواستن که در 21 ژانویه در همه مدارس و همه مجامع از هولوکاست یاد بکنن، جزئیاتش رو برای دانش آموزان و برای دیگران تشریح بکنن، توضیح بدن که هولوکاست چی بوده و چه واقعی اتفاق افتاده که مردم دنیا به زشتی این جنایت پی ببرن و دیگر فرد یا فرمان روایی پیدا نشه که بیاید و جنایات مشابهی رو مرتکب بشه. یعنی اینها نتیجه معکوس گرفتن. البته یهودیان و ملت اسرائیل هم یادروز هولوکاست خودشون رو دارن، از گذشته داشتن، از بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بوده. بنابراین در اسرائیل دو روز یادروز هولوکاست هست، یکی تاریخ روز جهانی هولوکاست که سازمان ملل تعیین کرده و دوم روزی که یهودی ها همیشه گرامی می داشتن. حالا ببینیم که دولت های عرب و کشورهای مسلمان در برابر این امکار هولوکاست از طرف حکومت اسلامی ایران چه کردن و چه می کنن. اونها آمدن و از کینه و ستم علیه یهودیان دست برداشتن. دیگه یهود ستیزی در کشورهای عرب در اون ابعادی که در گذشته ما یاد داشتیم وجود نداره. در مصر، عراق، سوریه و کشورهای دیگر درک کردن که یهودی ها هم انسانن مثل انسانهای دیگر، حق زندگی دارن. ما میبینیم که مصر و اردن با اسرائیل پیمان صلح بستن و در سالهای اخیر چند کشور دیگر آمدن و با اسرائیل صلح کردن: امارات عربی متحده، بحرین، سودان، مراکش و کشورهای دیگری در راه هستن. ما در انتظار عربستان سعودی هستیم و در مجموع این یهود ستیزی و انکار هولوکاست که در ابعاد گسترده در کشورهای عرب تا 50 سال اول استقلال اسرائیل وجود داشت، کم کم از بین رفت و نابود شد و حکومت ایران درست مثل تمام موارد دیگر که پس رفت کرده و آمده اشتباهات گذشته رو امروز دوباره تکرار میکنه و میخواهد که ایران رو به دوران پیش از اسلام و عصر بربریت عربستان، شبه جزیره عربستان بکشونه، آمده برعکس عمل میکنه و از نابودی اسرائیل سخن میگه و حتی یک ساعتی رو گذاشتن، ساعت دیجیتال، که نشون بدن چند روز دیگر به حیات اسرائیل باقی مونده. اینها در همه زمینه ها شکست خوردن و در یهود ستیزی و انکار هولوکاست هم شکست خوردن. در مجموع این رفتارهای حکومت که یادآوری کردید که حتی نمایشگاه سالیانه کاریکاتورهای ضد هولوکاست برپا می‌کردن، احتمال داره که در سالهای اخیر ناچار شدن این رو کنار بگذارن. به هر حال اینها همه نشان از پلیدی افرادی رو داره که به نام اسلام، به نام انسانیت، به نام معنویت و ارزش‌های اخلاقی آمدن یک کشوری رو تصرف کردن و همه ارزش‌های اخلاقی رو در اون کشور نابود کردن و می‌خواستند که یک هولوکاست تازه‌ای به وجود بیارن، یعنی اسرائیل رو نابود بکنن و به مردمش هم توصیه کردن که برید شنا یاد بگیرید، به خاطر اینکه تنها راهی که برای فرار شما باقی میمونه از راه دریاست، از اونجا باید فرار کنید و خودتون رو به کشورهای دیگر برسونید، به خاطر اینکه تمام مرزهای زمینی اسرائیل، یعنی لبنان، سوریه، اردن، غزه و غیره، اینا همش در تصرف سپاه اسلامی که شما رو نابود خواهد کرد.
باعث تأسف بسیار این با اخلاق، روحیه و روان ملت خوب ایران تفاوت کاملا زیاد داره و اینها ایرانی نیستن که این چنین میاندیشن و انکار هولوکاست از جانب حکومت ایران درست برعکس تمام شد، به زیان خودشون تمام شد. یاد داشته باشن و دست از این رفتارشون بردارن. تا اینجا سپاسگزارم آقای امیر عزیز. یه پرانتزم بگم که موزه ید و سن، درسته؟ ید و شم. بسیار عالی، سپاسگزارم آقای امیر. بینندگان و شنوندگان عزیز، از توجه شما بسیار سپاسگزار. در صورت تمایل برنامه رو به دوستانتون پیشنهاد بدید، توصیه کنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و برای اینکه جزئیات بیشتری از وقایع کشتار یهودیان، 6 میلیون نفر یهودی در جریان جنگ جهانی دوم مطلع بشوید، به وبسایت رادیو پیام اسرائیل radis.org مراجعه کنید. اونجا بخشی داره به نام هولوکاست که می توانید اطلاعات بیشتری از اونجا بگیرید. روز و روزگارتان به نیکی. تا دیداری دوباره.